استاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری از میزوری با ما همراه میشن. آقای بروجردی، تحریم ها جواب نمیده یا شیوه ای که جو بایدن، دولت بایدن اون رو پیاده میکنه جواب نمیده؟ اجازه بدید من فکر میکنم که باید اینجوری به مسئله نگاه بکنیم که اولا یادمون باشه خانم جنت یلن که این حرف رو زده قبلا رئیس بانک فدرال امریکا بوده و حالا هم وزیر خزانه داره، یعنی شاید بیش از هر کس دیگری در امریکا با چند و چون تحریم هایی که راجع به ایران وضع شده آشنا بوده. من فکر میکنم حرفی که ایشون زده فقط به دوران آقای بایدن بر نمیگرده، بلکه واقعیت این است که به هر حال ایران بیش از 44 سال از زمان گروگانگیری تحت انواع تحریم ها بوده. ما وقتی که به اصطلاح ادبیاتی که در رشته علوم سیاسی و اقتصاد راجع به تحریم ها رجوع میکنیم این نتیجه رو میگیریم، میگن که موفقیت تحریم ها معمولا مشروط بر این است که اون کشوری که مورد هدف قرار گرفته به اصطلاح ثبات سیاسی چقدر، حجم مبادلاتش با اون کشوری که یا کشورهای که تحریمش کردن چقدر، مدت زمان این تحریم ها چیه و غیره و غیره. بر اساس این مسائل نگاه میکنن و میگن تحریم اگرچه از لحاظ سیاسی یک امر مورد علاقه سیاستمداران غربی هست، چون بهتر از آلترناتیو هست، آلترناتیو مانند جنگ، اما واقعیتش اینه که در اکثر موارد، مثلا شما فکر بکنین کوبا، برگردیم از انقلاب کوبا به بعد، کره شمالی، روسیه، ونزوئلا، افغانستان، عراق زمان صدام حسین و همچنین ایران بعد از انقلاب، اون نتیجه ای رو که مورد دلخواه بوده نداده. یعنی درسته تحریم ها میتونن، حالا خارج از اینی که یک جمهوری خواه یا یک کسی از حزب دموکرات در کاخ سفید نشسته، میتونن به کشوری که مورد تحریم قرار میگیره ضربات آنچنانی به اقتصادش بزنن، ولی آیا حجم و شدت این تحریم ها میتونه تغییر رفتاری رو که مثلا برای مثال دولت امریکا مد نظر داره به بار بیاره یا به سقوط حکومت ها بیانجامه؟ به نظر نمیاد که یه چنین چیزی مقدور بود. اما آیا همیشه همینطور بوده آقای بروجردی؟ هیچ وقت تحریم علیه جمهوری اسلامی جواب نداده؟ تحریم های زمان اوباما نبود که دولت روحانی رو پای میز مذاکره آورد، دست کم این ابزار رو بهشون داد که علی خامنه ای رو راضی به بازگشت به میز مذاکره بکنن؟ ببینید واقعیتش این است که در هم تنیدگی اقتصاد جهانی سبب شده که تحریم‌های اقتصادی یکی از محبوب‌ترین حربه‌های هر دولتی باشه برای مجازات کردن تنبیه دشمنانش، و بدون شک وقتی شما با یک اقتصاد به اصطلاح درب داغونی مانند اقتصاد ایران روبرو هستین که مسئله فروش نفت و غیره براش مهم میشه، تحریم‌ها بهشون ضربه می‌زنن و همونجور که شما گفتین در بسیاری موارد اونها هم به پای مذاکره رسونده. اما یادمون باشه ایران، دولت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه فرصت این رو داشته که یاد بگیره که چه شکلی تحریم ها رو دور بزنه، یا بره برای خود شرکای تجاری برای مثال در مانند چین یا روسیه پیدا بکنه که به دور زدن این تحریم ها براش کمک بکنه. بنابراین باید وقتی ما میخوایم ارزیابی بکنیم، همونجور که خانم جنتی لنگ کردن در این مسئله، واقعا باید تمام این راه‌های فرار، راه‌های نفوذ و دور زدنی رو که یک کشوری مثل ایران تونسته استفاده بکنه رو مد نظر بگیریم در رابطه با اینکه ارزیابی ما از سیاست موفق بودن تحریم‌ها تا چه حد است. اما حرف کاملا درستی هم هست، خیلی افراد میتونن بگن که خب اگر اینها رو تحریم نکنیم پس چه کارشون میکنیم؟ نمیشه که بهشون چک سفید داد که هر کاری که هست میخواین انجام بدین، چه در زمینه اتمی، چه در زمینه نقض حقوق بشر و مسائل دیگه. ولی فکر میکنم ایشون داره انگشتش رو میذاره راجع به اینکه اگر انتظار به اصطلاح ضربه بودن بوده این کارو کردیم، اگر تغییر حکومت است یا تغییر رفتار بنیادی، به نظر نمیاد که تحریما در این راستا موفق. مهرداد بروجردی، رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری، سپاسگزارم از شما.